به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان و بینندگان خبرگزاری برنا. امروز در خدمت آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور محترم معاون علمی ریاست جمهوری هستیم. در خبرگزاری برنا تشریف آوردن، یک سلام و احوالپرسی با بینندگان داشته باشیم و بریم سر سوالاتی که با شما خواهیم داشت. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت مخاطبین خوب و عزیز برنا عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم که پس از سالها مجدداً در خونه خودم برنا اومدم و در جمع برنایی‌های عزیز هستم. من یک سالی رو توفیق داشتم که مدیر عامل و سردبیر خبرگزاری برنا بودم و برنا رو دوست دارم. برنا خبرگزاری خوبیه برای جوان، از جوان و در رابطه با جوانان. انشالله بتونه این مسیر رو همینطور پوینده و بالنده طی کنه. خیلی ممنون آقای دکتر. عنوان سوال اول، ما الان در کشور بحث اصلاحات اقتصادی رو دولت در پیش گرفته، مشکلاتی در حوزه تأمین بعضن مواد غذایی به وجود میاد، در دنیا هم شاهد هستیم. شما به عنوان یک مشاور یک نهادی که بالاخره وظیفه تأمین علمی و دانش بنیانی کشور رو داره، چه تکنولوژی ها و چه به قول معروف فناوری های رو سراغ دارید که میتونه در این زمینه کمک کننده کشور باشه برای بهتر شدن وضعیت و تأمین؟ بله، شما به نکته خوبی رو اشاره کردید. یکی از مواردی که در فرمان مقام معظم رهبری در شعار سال جاری مطرح شده بود، موضوع نبودن یا عدم توجه فناورانه به موضوع کاشت داشت برداشت در حوزه‌های مختلف کشاورزی و خصوصا امنیت غذایی بود. حضرت آقا در فرمایشاتشون به صراحت به موضوع کشاورزی اشاره کردند و اونجا مورد خطاب قرار دادن هم بخش کشاورزی کشور رو، هم دولت رو، هم معاونت علمی رو، که باید به موضوع دانش بنیان شدن کشاورزی و بهره‌مندی از کشاورزی نوین توجه بشه. اقدامات خوبی هم تقریبا از ابتدای سال توسط آقای دکتر مخبر، معاون محترم اول رئیس جمهور، استارت خورده، شروع شده. تقریبا از روزهای میتونم بگم دوم یا سوم سال بود که جلسات مشترکی رو به سرپرستی و ریاست آقای دکتر مخبر، وزیر محترم کشاورزی و آقای دکتر ستاری در این حوزه شروع شد که چگونه ورود علم، فناوری و دانش بنیان ها به موضوع کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی. چون ما وقتی از کشاورزی صحبت میکنیم، به جز موضوع جنگل‌ها، نباتات، غلات، موضوع شیلات، موضوع دام و طیور رو هم داریم که همون بحث امنیت غذایی ما رو تحت پوشش قرار میده. یکی از مشکلاتی که کشور ما داشته به واسطه کشور واردات محور بودن، اصطلاحاً اقتصاد نفتی داشتن، این موضوع متاسفانه در موضوع تولید محصولات و کشاورزی ما خودش رو بروز و ظهور داده بود و نشون داده بود. یعنی ما کشوری بودیم که طی سالیان بیش از 100 سال هر چیزی که نیاز داشتیم دیگه خودمون نمی رفتیم به سمت تولیدش، مثلا پول داشتیم و می رفتیم وارد می کردیم. خب خروج از این وضعیت در خیلی از مسائل با شکل گیری همین تحریم های ظالمانه باعث شد یک اصلاح ساختار، اصلاح زنجیره صورت بگیره. هر جایی که ما بیشتر تحریم شدیم، شرکت‌های دانش‌بنیان ما بروز و ظهور بهتری داشتن، قوت و قدرت بیشتری دارن. جوری که ما امروز با هم صحبت می‌کنیم، بیش از 98% تولید داروی کشور توسط خود کشور صورت می‌گیره. دانش‌بنیان‌ها این کار رو کردن. یا تو حوزه دفاعی و اقتدار 100% محصولات توسط خود دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی صورت می‌گیره. این موضوع تو حوزه کشاورزی متاسفانه ضعیف بودیم. چرا؟ چون به راحتی هر چیزی که ما نیاز داشتیم رو در اختیار ما میگذاشتن. این از یه طرف. از طرف دیگه در حوزه کشاورزی
ما از اصول علمی و فناوری اونطور که باید و شاید استفاده نکردیم. تو حوزه آب هدر رفت آب ما زیاده، این هم در بخش کشاورزی خودشونشون داده، هم در بخش صنعت خودشونشون داده، حتی در بخش مصرف. هرچند موضوع مصرف کمترین وزن رو به خودش در واقع تعلق داره، اما خب تو این حوزه اقدامات خوبی شروع شده، برنامه‌های خوبی از توسط وزیر محترم کشاورزی با نظارت آقای دکتر و همکاری و معاونت علمی، البته معاونت علمی هم به واسطه شرکت‌های دانش بنیان تو این حوزه وجود کرده. ما در حوزه شیلات به توانمندی‌های خوبی رسیدیم، یکیش مثلا همین ماهی در قفس، یکیش پرورش میگوی آری از بیماریه که هم در شمال کشور هم در جنوب کشور اقدامات خوبی شروع شده. تو زمینه کاشت و داشت و برداشتم هم در زمینه باغات هم در زمینه زمین‌های کشاورزی به صورت پایلوت اقدامات خوبی شروع شده. من امیدوارم با ورود بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت بیشتر این شرکت‌های دانش‌بنیان، چه در زمینه شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت، هم در زمینه شرکت‌های بزرگ تولید فرآورده‌های لبنی، گوشت و سایر موارد، ما بتونیم شاهد این باشیم که اون چیزی که رهبری به درستی ازش رسوخ فناوری و نوآوری در بخش کشاورزی سنتی ماست شاهد باشیم. یک سری فناوری‌های در حوزه تأمین مواد اولیه وجود داره، مثل کشت‌های نوین. اینا چقدر در دستور کار معاونت علمی هست؟ کشت هیدروپونیک، ایروپونیک، اینها چقدر؟ به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید اون چیزی که معاونت به دنبالشه توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق در حوزه بخش خصوصیه، چون حوزه دولتی این کار در اختیار وزارت کشاورزی، ما خیلی ورودی در اونجا نداریم. اما حمایت و هدایت و سیاست‌گذاری که معاونت علمی می‌کنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش خصوصیه، هر چقدر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ما و هر چقدر نوآوری‌های این شرکت‌ها در موضوعات کشاورزی بیشتر میشه، ما ثمرش رو در بخش کشاورزی بیشتر می‌بینیم. همین نکاتی که شما در خصوص کشت هیدروپونیک و سایر موضوعاتی که الان به وفور در کشور ما هست زیاد میشه، بهره‌مندی این در اشل‌ها و اسکیل‌های بالاتر، در اشلی که بتونه تأمین کننده مواد اصلی ما باشه، خب کشور ما به این سمت بیشتر ترغیب بشه. همینطوری که باز رهبری فرمودن ما باید بتونیم شرکت‌های بزرگ رو توی حوزه کشاورزی، توی حوزه محصولات کشاورزی بیاریم به سمت بهره‌مندی و استفاده کردن از دانش فنی که شرکت‌های دانش‌بنیان بهش رسیدن، و این کار شروع شده. ابتدای مسیر هستیم اما شروع شده. حمایت خوبی هم از طرف دولت توی این زمینه صورت گرفته. یکی از حمایت‌هایی که ما میتونیم این رو سرعت بدیم مشوق‌هایی که دولت توی این زمینه می‌ذاره، یعنی ما باید از اون قوانین، ضوابط، شرایطی که تا حالا برای واردات محصولات بوده کم کنیم، بپردازیم به شرایطی که تسهیل کنه آمدن شرکت‌های دانش‌بنیان رو به این سمت، آمدن شرکت‌های بزرگ تولیدی کشت و صنعت رو به این سمت، و آمدن سرمایه‌گذارانی که الان سرمایه‌های پراکنده و اصطلاحاً فرا ملی در اختیارشون هست بتونن بیارن تو این حوزه بذارن. این مستلزم اینه که ما یک سری شاخص‌ها رو در کشور تغییر بدیم. چون دولت فعال ما یشار تو این زمینه است، باید مشوق‌هاش و سیاست‌گذاری‌هاش و حمایت‌هاش رو بیاره به این سمت. یعنی هر کس که بتونه از نوآوری و فناوری در تولید کشت، در تولید محصولات لبنی، در تولید محصولات و فرآورده‌های گوشتی بیشتر حضور پیدا کنه، از مشوق‌های دولت بتونه بیشتر استفاده کنه، از اون طرف بتونه زمینه رو ورود یعنی آماده کنه که افراد تو این حوزه بیان. ببین من یه نکته رو عرض کنم، این داستانه نمیدونم سیب زمینی، پیاز در یه دوره‌های دیگه، فرآورده‌های باقی ما مثل گوجه فرنگی، نباید این مشکل رو ما داشته باشیم. دلیلش اینه که تولید کننده، حمایت کننده، قانونگذار، صادر کننده، وارد کننده در یک زنجیره منطقی قرار ندارن. من اگه به عنوان تولید کننده هستم و شما به عنوان صادر کننده هستید، هم من باید تضمین شده پر ریسک در یک دنیای پر ریسک بتونم به طرف این برم، هم شما به عنوان صادر کننده، ما با هم مشترک میشیم. مثلا مثال میگم، تو حوزه سیب زمینی من تولید میکنم، شما صادر میکنید، اولین
خللی که در بازار ایجاد میشه یا اولین شوکی که به هر دلیل تو بازار ایجاد میشه، مجموعه های دولت میان جلوی شما رو میبندن و میگن شما دیگه نباید صادر کنید، بدون توجه به اینکه آقا صادر کننده کلی زحمت کشیده، چقدر وقت گذاشته، رفته در اون کشور مبدأ بازار رو از آن خود کرده. به محضی که من اینجا جلوشو میگیرم، خب اون اونجا بازار رو از دست میده، دیگه هیچ خریداری در دنیا سراغ این صادر کننده ای ما نمیاد. مشکلات صادر کننده رو سر من تولید کننده پیاده میشه. اما باید بدونیم که تحت هر شرایطی اگر من تولید کردم و شما صادر کردید، باید شما حمایت بشید. حتی اگه کشور ما دچار مشکله، من برم با یک سری واردات بیش از توان این رو تأمین کنم، اما اجازه ندم که صادر کننده من بازار خودش رو از دست بده. چرا؟ برای اینکه این چرخه تضمین شده باقی بمونه. که این همون نکته هست که رهبر انقلاب هم تاکید دارم رفع موانع تولید که تاکید بر این دارن. یه نکته ای که آقای دکتر وجود داره، مشکل آب در کشور ماست. تو خیلی از مناطق مثل استانی مثل سیستان، بلوچستان یا استانهای دیگه ما مشکل آب داریم. استانهای مرکزی، استانهای مرزی. بله، یه برنامه و پروژه ای رو ظاهرا وزارت نیرو یک مدت کلید زده، حوزه آبهای ژرف. این چقدر بحث‌های مختلفی پیش اومده در مورد اثرگذاری و وجاهت علمی این پروژه، معاونت علمی چقدر تایید میکنه این اثرگذاری این پروژه رو؟ ببینید، اول من بگم که کشور ما همونطور که در سوال قبلیتون بود، حوزه کشاورزی یا هر حوزه دیگه، ما ناگزیریم از این که بریم به سمت بهره‌گیری از فناوری و نوآوری روز. حالا این فناوری و نوآوری روز توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داره تو کشور تو موضوعات مختلف اقدام میشه، اجرایی میشه و به بلوغ و بالندگی میرسه. یکی از این کارهایی که ما باید تو کشورمون به جد به دنبالش باشیم و اتفاقا باز در یک بخش دیگه، میدونید که رئیس ستاد اجرایی سازی شعار سال یک ستادی شده. مسئولیت این ستاد با آقای دکتر مخبر معاون محترم اول رئیس جمهوره، دبیر این ستاد آقای دکتر ستاری معاونت علمیه و این ستاد در موضوعات مختلف دارای اولویت تقریبا هفته یک بار با وزرای مربوطه جلسه میذارن و موضوع رو در طول سال و استمراری پیگیری میکنن. یکی از این حوزه ها همین حوزه انرژی و آبه. ما تو کشورمون آب شاید بتونم بگم خیلی خوب داریم خیلی از جاها، ولی بله بعضی جاها مثلا نداریم. پس باید بتونیم یک برنامه بهینه برای استحصال، تأمین، نگهداشت و مصرف از آب داشته باشیم. متولی اصلی این موضوع وزارت نیروه. یک کاری رو معاونت علمی تقریبا از 5 سال پیش یا شاید هم 6 سال پیش شروع کرد، بحث استحصال و فناوری آب در حوزه آبهای ژرف. آبهای ژرف یه فناوری روز در دنیا، شاید حدود 100 سال قدمت داره. استرالیا 100 سال پیش به این موضوع ورود پیدا کرده بود، تو لیبی حدود 40 سال پیش، امریکایی‌ها باز همین حالت رو دارن، در کشور عربستان حدود 40 سال پیش، 50 سال پیش. خب معاونت علمی به این حوزه ورود کرد. معاونت علمی کارش تحقیق، پژوهش، در واقع دریافت و رسیدن به دانش فنی اون حوزه از فناوریه، اون حوزه از نوآوریه. ما حدود 3 سال پیش فکر میکنم، بله دیگه، حدود 3 سال پیش به این فناوری در یک چاه عملیاتی و تحقیقاتی در استان سیستان و بلوچستان دست پیدا کردیم و در عمق 2000 متری به آبهای ژرف رسیدیم. تمام مراحل فنی علمی این توسط سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های درگیر اصلی در کشور مورد راستی آزمایی قرار گرفت. این تکنولوژی با آمدن دولت 13 قوت و قدرت بیشتری پیدا کرد. آقای دکتر مهرابیان که متولی اصلی حوزه آب در کشور ورود پیدا کردن به این موضوع، حمایت خیلی خوبی کردن، چندین و چند باره بر سر این چاه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی حاضر شدن و خوشبختانه ایشون هم از این پروژه مطالعاتی استقبال کردن و الان فکر میکنم اگر حالا اشتباه نکنم رقم رو حدود 100 چاه رو در دستور کار داره وزارت نیرو و داره کارش رو در استان سیستان و بلوچستان، اخیراً در خراسان شمالی پیگیری میکنه و در دستور کار هر جایی که نیاز به این ورود این تکنولوژی باشه استفاده کنه.
این تکنولوژی در جایی استفاده میشه که تحت هیچ شرایطی ما دسترسی به آب نداریم. حتی مثلا نزدیکترین موضوع آب الان آب آشامیدنی، آب شرب مزمنه. تو استان سیستان و بلوچستان نزدیکترین راه به دریا 1000 کیلومتری که شما باز باید همون مراحل آب شیرین کن رو در واقع روی اینم پیاده کنی. یه موضوع دیگه‌ای که باز در دستور کار معاونت و شرکت‌های دانشجویان، من هر جا که از لفظ معاونت به کار می‌برم خودش کار اجرایی نمی‌کنه، معاونت کارش سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و تکمیل حلقه اون تکنولوژی یا اون نوآوری و کمک به تجاری سازی از طریق یا شرکت دانشجویان یا شرکت خلاق. خودش ورودی نداره و این شرکت‌های دانشجویان و خلاق هم عمدتاً بخش خصوصی هستن، عمدتاً که همه‌شون بخش خصوصی هستن. ما چند تا شرکت دانشجویان خوب در حوزه‌های مختلف شیرین‌سازی آب، استحصال آب داریم، چه از پساب‌های صنعتی، چه از مانداب‌ها، چه از فاضلاب و چه از شیرین‌سازی آب دریا، که باز این کار رو با کمک وزارت نیرو و حمایتی که شخص آقای دکتر مهرابیان تو این حوزه کرده در استان‌های جنوبی کشور مثل استان خوزستان، استان بوشهر و استان هرمزگان شروع کردیم. یه کار خیلی خوب که ابتداعاً یه کار مطالعاتی بود، الان کار تجاری سازی شده و کارش رو در اسکیل صنعتی شروع کرده در استان اصفهان، شهرستان ابوزیدآباد، در شهر کاشان، نزدیک شهر کاشان شروع شده. من پیشنهادم اینه که خبرگزاری برنا حضور پیدا کنه با مسئول شرکت، با دانشمندان، با فناورانی که توی این حوزه ورود پیدا کردن و از تکنولوژی روز برای شیرین‌سازی، استحصال و بهره‌مندی از آب، ابتداعاً برای شیرین‌سازی و آب شرب و بعد پساب‌هایی که برای جداسازی املاح و غیره و مواد سمی و استفاده در حوزه کشاورزی موفقیت‌هایی داشتن بازدید کنه و خبری داشته باشه. یه نکته استفاده از منابع دریایی هست برای شیرین، این تکنولوژی و فناوری وجود داره؟ بله، سه جور تکنولوژی و فناوری توسط سه شرکت پیاده سازی شده، تجاری سازی شده در چند روستایی که امکان به اصطلاح دست رسوندن آب به اونها نبود استفاده شده. یادم هست که در سفر استانی که آقای دکتر رئیسی تشریف بردن بوشه، دو مورد از این رو آقای دکتر مهرابیان و مجموعه نمایندگان ایشون مورد در واقع دیدن و بازدید قرار دادن. نکته خیلی خوبی رو رئیس جمهور محترم اشاره کردن، این که ما اونجا البته کلش 1600 کیلومتر ولی اونجا فرمودن که 600 کیلومتر مرز دریایی داریم با دریای عمان و خلیج فارس، چرا ما از این استفاده نکنیم که به اصطلاح خودمون در دسترس و بعد بریم از هزاران کیلومتر دورتر، ما بریم مثلا از استانهای مرکزی آب برداریم بیاریم برای استان بوشه. خب این به راحتی الان با تکنولوژی‌های روز و فناوری روز که شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار ما قرار دادن و آزمایش و امتحان خودش هم پس داده استفاده بشه، که خب بعد از این فرمایشات بود که وزارت محترم نیرو ورود پیدا کرد و با این شرکت ها عقد قرارداد داشت برای تأمین آب شرب اون روستاهایی که دسترسی نداشتن. خیلی خب، به عنوان سوال آخر، آقای رئیس جمهور اشاره کردید، اشاره داشته باشید به رویکرد کلیشون در حوزه دانش بنیان، آیا جلسه و گزارش کاری ارائه کردید به ایشون؟ یعنی ایشون خواستن از شما که؟ خوشبختانه آقای دکتر رئیسی از قبل از ورودشون به دولت اتفاقات خوبی در حوزه دانش بنیان در همکاری با معاونت علمی داشتن، هم زمانی که در آستان قدس بودن که خب یک بنیاد دانش بنیان اونجا وجود به وجود آوردن، یک معاونتی رو شکل دادن و مجموعه کارخونجات و صنایعی که زیر مجموعه آستان بودن همکاری های خوبی رو با معاونت علمی شروع کرده بودن. این موضوع، این اتفاق و این خاطره شیرین با دستاوردهای خوب زمانی که ایشون تشریف آوردن به قوه قضاییه ادامه پیدا کرد و ما اولین مرکز نوآوری و دانش بنیان رو با کمک ایشون در قوه قضاییه زدیم که باعث شد که شرکت‌های دانش بنیان ورود خوبی رو به قوه قضاییه داشته باشن، علی‌رغم اینکه خوردیم به دوران کرونا و این موضوع چقدر قوه قضاییه و حفظ و صیانت مردم ما رو کمک کرد. این داستان
به اصطلاح اظهار هویت و احراز هویت. قبلا اینجوری بود که بعد میرفتیم یه جایی عکس میگرفتن از ما، فرم پر میکردیم، تو صف میشستیم، 50 نفر ما رو میدن، ما 50 نفر رو میدیم. این الان به راحتی با امکاناتی که هوش مصنوعی، شرکت های دانش بنیان و خلاقی که تو این حوزه ورود پیدا کردن حل شد و سجام شکل خودش رو پیدا کرد و نمونه های دیگری که در قوه قضاییه بود. این اطلاع و این اشراف باعث شد که زمانی که ایشون تشریف بردن در ریاست جمهوری به جد این رو دنبال کردن. در سند تحول دولت، دولت 13 بخش بزرگی از اون به موضوع دانش بنیان و صنایع خلاق توجه کرده و نقشه راهی رو تو این زمینه ایجاد کرده. یه اتفاق خوب دیگر که باعث شد دولت به این موضوع بیشتر توجه کنه و حمایت و هدایت بیشتری تو این زمینه داشته باشه، موضوع همین قانون جهش تولید دانش بنیان بود که امروزی که ما با هم داریم صحبت میکنیم درست دیروز توسط رئیس جمهور به دولت ابلاغ شد، به مجموعه دولتی خصوصا به معاونت علمی، و خب هفته های قبلش بود که مجلس ابلاغ کرده بود. قانون جهش تولید دانش بنیان یک ریل گذاری برای 20 سال آینده. ما سال 89 قانون دانش بنیان رو داشتیم. البته خب همه اینا مرهون هدایت، حمایت، استمرار و پیگیری شخص مقام معظم رهبری بود. برای که نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، ولی من یادم دهه 70 که ایشون جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم رو مطرح کردن، خیلی جدی کسی نمیگرفت این رو. حتی تو دانشگاه ها این رو یک موضوع فانتزی، حالا مثلا حضرت آقای نکته‌ای رو اعلام کرده نگاه می‌کردن، الان اهمیتش بیشتر میشه. اما این موضوع بعد از داستان تحریم‌ها و بعد از پیگیری‌هایی که سال به سال ایشون در نشست با نخبگان، نشست با شرکت‌های دانش بنیان و استمراری که تو این حوزه داشتن، بروز و ظهور پیدا کرد در زمانی که ما نیاز داشتیم. ببین صادقانه میگم، ما حتی زمانی که، یعنی تا زمانی که کرونا تو کشور نیومده بود، دولت هم دانش بنیان‌ها رو جدی نمی‌گرفت. با اینکه ما قانون داشتیم، با اینکه باید می‌رفتیم سراغ این، مجلس هم شاید خیلی جدی نمی‌گرفت. چه ما هرچی اعلام مثلا می‌شد که رتبه علمی ما چنینه، دانش فناوری ما چنینه، بیشتر یک موضوع تشریفاتی به موضوع نگاه می‌کردن. بجز شخص رهبری که اتفاقا در موضوع آب‌های ژرف هم هدایت و حمایت محکم ایشون باعث شد که ما بتونیم به این فناوری برسیم، و الا در دولت قبل هم خیلی ممانعت می‌شد و این موضوع رو جدی نمی‌گرفتن. خب این کار در دوران کرونا ثمره خودش رو نشون داد و دانش فنی انباشته در دل شرکت‌های دانش‌بنیان هر چیزی که ما نیاز داشتیم رو ظرف مدت کوتاهی به ما می‌داد. ما در یک دوره خوردیم به کرونا، این که ماسک رو کسی نمیتونست به ما بده. بله. نه اینکه نمیتونست بده، نداشت که بده. شما در یک حجم انبوه شرکت های دانش بنیان ما واقعا به واسطه یک ماه اینو ساختن. ونتیلاتور یه زمانی نیاز شد، ایاتون باشه فرماندار نیویورک. بله. فرمان دعواشون شده بود، خب ونتیلاتور رو ساختن، کیت، دارو و مواردی که مورد نیاز بود. این اتفاق زمانی خودش رو نشون داد. خب دولت 13 استقرار پیدا کرد و الان میدونه که اگه قراره تو حوزه کشاورزی با این وضعیت که امروز مواجه دنیا باش، کمبود غلات و مسائل و مشکلاتی که بعد از درگیری و مثلا جنگی که بین روسیه و اوکراین شکل گرفت، تازه مردم متوجه شدن امنیت غذایی یعنی چی. خب این رو رهبری سالها قبل تذکر داده بودن و شرکت‌های دانش بنیان رو قبل از اینکه این اتفاقات بیفته رهنمون شده بودن به این موضوع. یادمه که سال 1400 آخرین نشستی که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های بزرگ با مقام معظم رهبری داشتن، تأکید از اتفاق این بود که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های بزرگ باید این همکاری رو با هم شروع کنن برای دانش بنیان کردن شرکت‌های تولیدی بزرگ. دولت با این نگاه، با توجه به قانون جهش تولید، یک نگاه ویژه به این موضوع داره. این رو یک ضرورت، یک اولویت برای عبور از بحران ها میدونه، یک ضرورت و یک اولویت برای دور شدن از اقتصاد نفتی و رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان و خلاق میدونه. کاری که معاونت علمی اخیراً شروع کرده در کنار توجه به شرکت های دانش بنیان، ایجاد حمایت از تأسیس شرکت های خلاقه. شرکت های خلاق در دل اقتصاد خلاق شکل میگیره
در 20 حوزه. در حوزه صنایع خلاق باز دولت توجه ویژه‌ای بهش داره. 50% فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما تو حوزه علوم انسانی هستن، تو حوزه فرهنگ و هنر هستن، تو حوزه علوم اجتماعی هستن، اقتصاد هستن، حقوق هستن. اینو کجا باید برن؟ عموماً هم یه ببخشید یک تعریفی، عموماً اینها بعضاً نخبه قلمداد نمیشن. ببینید، ما یه مشکلی که داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون یا سند راهبردی کشور در امور نخبگان رو داده. اونجا تعریف نخبه خاص هست، افرادی که نخبه میشن تعریف شده. ما از خودمون نمیتونیم نه چیزی اضافه کنیم نه چیزی کم کنیم، اما در دل شرکت‌های دانش‌بنیان، در دل شرکت‌های خلاق، در کارخانه‌های نوآوری، در خانه‌های خلاق و نوآوری، ما اومدیم این لجنه نخبگانی رو تعریف کردیم. یعنی اگر برسن به جایی که بتونن یک توانمندی داشته باشن، یک اثرگذاری داشته باشن تو این حوزه، ما میتونیم در قالب مؤسسات و اجتماعات نخبگانی اینها رو تعریف کنیم. خب این اخیراً خودش رو داره توی خانه‌های خلاق و نوآوری نشون میده، تو دل مراکز نوآوری نشون میده، تو دل کارخانه‌های نوآوری نشون میده. اینها بخشی هستن که عمدتاً بخش خصوصی پایه‌گذاری میکنه، دولت از اینها حمایت میکنه، معاونت از اینها حمایت میکنه. در چه راستایی؟ در راستای اشتغالزایی. یعنی اگر هر کارخانه یک محصولی داره، کارخانه نوآوری محصولش شرکت دانش‌بنیانه، محصولش شرکت خلاقه. اگر هر جایی رو ما حمایت میکنیم، انتها باید بتونه به ما در حوزه اشتغال خودش نشون بده. خانه‌های خلاق و نوآوری در حوزه صنایع خلاق تولید کننده شرکت‌های خلاقن، تولید کننده شرکت‌های دانش‌بنیانن در راستای ثروت افزایی، در راستای اشتغال زایی. اگر ما قراره برای این بخش از 50% فارغ التحصیل تو حوزه‌های علوم انسانی و غیر فنی و مهندسی، باید تو دل خانه‌های خلاق و نوآوری به اینها فکر کنیم. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، 70 تا خانه خلاق و نوآوری در کشور تأسیس و ایجاد شده، همه هم بخش خصوصی. باز خوشبختانه در سفرهای استانی آقای دکتر رئیسی مصوب شد هر استانی که سفر استانی داره شکل میگیره، یکی از مصوبات سفر ایجاده، یعنی کمک به ایجاد 5 خانه خلاق و نوآوری در مرکز استان و شهرهای بزرگش، که اینم یه اتفاق خیلی خوبیه که از دل سفرهای استانی آقای دکتر رئیسی را. انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر. باز اگر نکته پایانی باشه در خدمت شما هستیم. تشکر از آقای دکتر، حضور پیدا کردن و باشید. وظیفه من بود خدمت همکاران خوب خودم در برنا برسم و انتو مستمعین و خوانندگان و دنبال کنندگانم.